есть валерьянка в таблетках? Да, да, есть. Будьте добры, один флакончик. Благодарю вас. Сколько с меня? زرینه عالیموه سالهای زیاد است که به حیثی فارماسفت در داروخانه مرکزی شهر کار میکند. نام برده میگوید که مراجعات بیماران برای خریدن داروهای ضعف عصب زیاد شده است. داروهای آرام کننده برای هر سن و سال میخرند. حتی برای آرامی کودکان نوزاد نیز مراجعت میکنند. خردسالوی هم بسیار پشتی هم کلانو یخل گمه میشده. کمی کودکی نوزاد وجه تولد شد می همین دکتر رفتم می وجه می عصب آرام کنک می نویسن. چونکه از همه کودکو و عصباش ویرون همین خورسولون سرکه تا کلونوی خیلی من به یخ خیل عصبانیتی زیاد را متخصیصان از کم شدنی صبر و تحمل میگویند. کوچکترین معما باعث میگرد که آدمان زود عصبانی شوند. پرسش سری راهی ما برایمان باز پهله های دیگر این مسئله را بازگو نمود. بیا هد دیروز اولی صبرم دان همه خیلی از درجی تیل نیکی یک کار که یکان کس که جنگ کنم رو کنم میکروفونی خطا داریدم شما که جنگ دنی نبیاد ها خودم بیام میخرم من ملی آزو خودم برای خودم اوندم خودم میخرم عصبانی میشوم از صبح همین پاندمیه نه آروم کننده خمو تاکسی همین کلینت شود آرومی شوی من گلیسلی استفاده میبرم باز چی؟ همین گلیسلی برای دالینم های اینم این هم پریل من افتابوز رو برام یکتش جان نتیدم عصبم میدیم بی حوزی رکم منی شرایط و زندگی سال قهین شد جدایم فاز بین بچه ها کار نیست همه تیز قیمت روز عرض قیمتی شده همه یکون عصبی میکنند باور کنید من 700 به 700 هم حالی همین دوری خوردگیم نه هم اگر به دور خط بیانه کنه به موولی رنگ میتیم یا گلیتین یا من رابه جوی دور تایر میکدی که مو نتری بروم اتاق دیگه دروش با دور خط از بسیار شده که جدا پشتی هر یک کودک ریسپت که میبیاد و البته وای نویستگی اصاب اروم کنگ نویستگی زرینه عالیموه میگد که برای کودکان و کلانسالان بیشتر داروهای بی‌ضرری آرام کننده گیاهی خریداری میکنند. این داروها در مرحله اول سبک و بی‌ضرر میباشد که بیمار را به آن دارو یا گیاهی شفا بخش عادتی نمیکند. مراجعه دکن بسیارتر می ولیریان که تبلیت کن مراجعه میکنند. گلیتین، افابازول، پرسین بسیارتر وی میکنند. نوپسی، تبلیت کنی که داروهایی که از گیاه تایر کردشده گی. ترکیبش از گیاه. خستگی زیاد، نافهمی در خانواده، مشکلات اقتصادی، معما در جای کار و استفاده بر زیادی تلفن موبایل آدم را به ضعف عصب دچار میکند. وقتهای آخر باشد واهمه کووید 19 نیز و عصبهای آدمان به تاثیر نمانده است. سببهای اساسی آن را ما از دکتر عصب شناس ناظم محمودوف پرسان شدیم. باید به یگان کار مشغول شود یا زواد به کار میکداشد رفته زواد به کار کند یا معلم باشد معلمی شکند یا دکتر باشد با بیماران مشغول شود. بعدی کار می بیاد و بعدی کمتر یکان کاری جسمانی کدی آواره شود که عصبش آرام شود. کتاب خواند کمتر، کارهای خانگی و آواره شود، عصبش آرام می شود و همین کدی نخ شده می رود. عصبی ویران حالت روحی بیمار را نشان می دهد. همه روز از 15 تا 20 نفر به شعبه عصبی بیمارخانه ناحیوی رقم 2 جماعت یاوه ناحیه باباجان غفورف با این یا آن علتی خرابی عصب مراجعت می کنند. بیماری ضعف عصب در مرحله خروجش به بیماری های علتی معینه سر، فشار بلندی، سکته دل و حتی اینسولت آورده می رساند. برای پیشگیری ضعف عصب دکتر عصب شناس چنین توصیه ها می دهد. آنها باید خودشان را اداره کرده به دکتر عصب شناس روند تا که آنها تبلیت که عصب آرام کننده به آنها تعینات کرده عصبشان آرام کرده یکان وی کاری معین به آنها مشغول شوند تبابتی خودسرانه کده نشان در کار نه با مسئلیتی دکتری عصب شناس یا دکتری اویلوی اکسترد ولیریانه گلیتسین اینها زیان نمی کند یک تبلیت که سه بار استعمال کنند نو پسید این اعلاف اگیه شدگی چون در بالا ذکرش رفت بیماری کووید 19 نیز به سیستم عصب به تاثیر نمانده است بیشتری مردم از این بیماری ترس دارند که آن به واسطه به عصب تاثیری منفی خود را میگذارد وهیما نه افتن نه ترسند خوشبختانه همین کووید 19 بیماری التهاب شش برانخا کم شده ایستاده است مراجعت هم پیشتر مراجعت یک روز در یک روز تا 15-20 نفر بیماران مراجعت میکردند خوشبختانه حاضر کم شده ایستاده است در یک روز یک نفر یا دو نفر یا نیستند تب کردوسگی ها نیستند
کمبودی روزگار، مشکلات کار و دیگر انواع معماها دیر یا زود حل خود را می‌یابند، اما سلامتی نعمتی است که یافتن و برقراری آن مشکل است و مشق بدن، مطالعه کتاب، سیر و گشت در هوای تازه و مناسب برای آرام و بردم گردیدن عصب از اهمیت خالی نخواهد بود. گزارشی سمن حمید و نسیم رحیمف برای برنامه اطلاعاتی خبر.